شکایت افغانستان از سختی‌های های مرزی پاکستان به سازمان ملل متحد محمود سیقل نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید میکند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون افغانستان حداقل 59 مورد نقض قلمرو خود را با وسیله نیروهای نظامی پاکستان ثبت کرده است آقای سیقل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گفت که موارد نقص شامل سه مورد نقص حریم هوایی شیلی که بیشتر از 1375 توپ از خاک پاکستان به خاک افغانستان که منجر به کشته شدن صدها تن و به جا شدن 450 خانواده در زمستان سرد از شرق کشور شده است نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می میکند که حمله های پاکستان باعث سه آتش گرفتن ها در افغانستان شده و همچنان تاکید کرد که ساخت 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 زیر ساخت های غیر قانونی در مرز افغانستان از سوی نظامیان پاکستان و مانور های خسمانه تانک ها و توپ های پاکستان از شکایت دیگری بود که آقای سیقل بیان کرد آقای سیقل همچنان افزود که کابل تاکنون 25 یادداشت اعتراضی به حکمت پاکستان تسلیم کرده و در هفته گذشته سه بار سفیر پاکستان را در کابل احضار کرد که از, از یک لیست که در او 86 مرکز تروریستی و مجموعه رهبرای تروریست ها بود به دولت پاکستان سپرد اما آیا این شکایت به سازمان ملل متحد جای را خواهد گرفت سلام به با برنامه بازنگاه خوش آمدید ما امین بابک هستم و مهمانان ما خواهان سمیم والی پیشین پکتیکا آقای دکتر محمد داوود روش رئیس حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان و همچنان آقای جلال منصوری وزیر پیشین انکشاف جهاد افغانستان بسیار خوش آمدید آقای اه اه سمیم. اون چېرکه حکومت افغانستان مستند به شورای امنیت اعتراض کرده او شکایت درج کرده فکر میکنید که پس از دې شکایت رسمي ای شکایت جای را بگیره بسم الله الرحمن الرحیم بابک سبتا سوتو د میز درونو ملګرو ته سلامونه او نيخي لټوله دولت سلامونه او نيخي ل زما په نظر ناليواله ټولنه او په ځنګړې ډول د امریکا متحده ایالاتو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې عملنن دی تروريزم د مخه حرکتو په خاطر باندې عملی حضور تر لو د تلشتون د د افغانستان ستراتیژیک شریکان او ستراتیژیک ملګری دي نو ښه خبره ده چې دغه شکایت چې وسته افغانستان استاځي په ملګرو ملتونو کې کړي ده نه دی ملګروم ملتونو دی دی شریکانو په هیڅ بلکې د افغانستان دی 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 شریکانو په هیڅ لدی موضوع سره دوی دوی برخرد وکي یعنی دا نوای تجاوز نه ده دا نوای عمل نه ده د اني بریدو نه نه دي چې په افغانستان باندې اوس کیږي کی. دا چ افغانان دغه د 44 کال د 15 کال د ناری ده 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 او هلي چې د تروريزم مراکز چیرې د تنویل منابع چیرې دي او څو کې را لیګي د افغان وجنی پلانونه چیرې جوړي کیږي دا ټولي نړۍ ته معلوم دي نو خو بدلته دا وی چې نړۍ هغه واقعیتونه ته پکتل سره چې دوی هم درک کړي دي چا افغانان درکوي دوی تر مخه درک درکولای شي هغه معلوماتونه چې له دې سره د مخ سره اوس هم نسته نو خبردا دلتداه شکایت رسمي ام صورت نه گرفته او فکر میکنید ک بعد از این موجیگیری حکومت افغانستان در شورای امنیت تا حد پالیسی دنیا تغییر بکنه و یا هم اقدامات خود در برابر دو کشور متفق بسات خبردا دلتداه ما مخک هم وی دی وسو زلبیاخه خبر تکراروم متاسفه نه د افغانستان رهبری وایم یا د چارواکی وایم یا لملی لملی در درجه مسؤلین وایم تروسه نړي پدنه د خان کړي تر تر پاکستان افغانستان یو ډیر خبدل کېدای شي د ملګری لارې نه لړی سره په دې سیمه کې یعنی موږ نه لې نه د خانه کوي کچیر ته موږ د نړی هوا دونه په دې باندې دی قانی کو چې تر پاکستان موږ ډیر خبدل کېدای سمخه ملګری کولای شو او او, او عملا ستراتیژیک ملګری سره سره لرو عملا ستراتیژیک تررار د ادونه لرو امنیتی قرار دادونه لرو دوغه پکتوسره د دوغه پرناکی نړی د مخه مخره او ګرځي د ملګری پاکستان نه یوازې چې افغانستان کې ترورिस्टي عمل ترسر کی, تر کی بلکې اوس نړی د پاکستان لپاره تهدید کده نړی دغه تهدیدونه ته په قتل سره د افغانستان له حکومت سره د ملګریو او د دوستی په رڼا کې باید چلند وکي او هغه څوک چې په نړی کې تروریسم حمایت کوي تاسو ګورې په دناري کې کوم بریدو نه کیږي کوم تروریسم ترورستي عمل ترسر کیږي یا بخپل د پاکستان د هوا تروریسم او یا بدآوي په هوا کې پیغامخه ترننګ اخستې حالت به د ته وظیفه ورکلسوي د دې په نور نړي کې دغه سيامات څخه مننه کوم چې امين اقدامات حکومت واقعا دنیا رو به یې مجبور میسازي شما مبینئ کی حکومت ورسونداري نو اخر به خېل وځاحت مې موارد مټره میکنه رئیس جمهور در افتتاي پارلمان اس دښمن تعریف مشخص داد فهل سره از ترستا را به پاکستان فرستاد او کوونکو شکایت صورت ګرتا یی اقدامات فکر نه میکونید کو واقعا مسیر دیدګوی دنیا را مشخص نه دنیا ته نړی ته مهمه ده چې واقعیتونه په کټو سره دی تصمیمونی مو موږ خاموشانه لري وهلې د موږ خاموش ویلې دي چې تروریزم د غيزال دي د غي مراکز دي د غي حامیان دي دای دا ته کوي کوي نړی دي هو واقعیتونه په کټو سره جدي دی هم در کولایس لکه مګی چې درکو دوه په کټو سره داس ته تصمیمونی سي چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت دولت تقوی کی په خوده ودرېږي موږ د حمایتي طبي خبره چې موږ په خوده رېغو موږ قوی کیګو زموږ ملګري زیاتې کی زموږ دښمن کمزورې کی بهترین لار داده چې نړي او واقعیت ته په کټو سره سديد درکولای شي دته په کټو سره اقدام وکي او نهواز د افغانانو دښمن بلکې د نړي دښمن د انځوا خواته او د کمزورتیا خواته کش آقای راوش آنچه که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از پاکستان مستند شکایت کرده فکر میکنید که این شکایت به شورای امنیت در وضعیت موجوده که ما در تیره ترین روابط با پاکستان قرار داریم و پاکستان هم اقدامات خیلی سریع شما دیدین که تیاره آمد بمبارد کرد نقض حاکمیت قلم را و افغانستان انجام دادن و ده ها مورد دیگر هم پاکستان انجام داد فکر میکنید که در این وضعیت جای را بگیره شکایت و ابزار فشار بسم الله الرحمن الرحیم <applause> سلام به ایزان یک عرض مختصر اول به صورت مقدماتی که باید و باید بهتر بود که یک دوسیه کار, کار شده یک فایل کار شده روی میز سازمان ملل یا شورای امنیت گذاشته میشد شد تجاوزات پاکستان نه به صورت م... نه به ای که از سال جاری میلادی شروع شده به صورت کرونولوژیک در طی 40 سال اخیر حتی اگر 15 سال آخیره در نظر بگیریم خوب مسلما با حضور نیروهای طرفدار پاکستان در افغانستان این تجاوزات صورت گرفته این باید مرحله به با مرحله کار شده به صورت بسیار واضح حتی سلاید دیتا تمام مسائل به صورت بسیار واضح و روشن ارائه می شد ولی این اقدام که امروز هم صورت گرفته خب به اصطلاح موطنی ما شما هر از وقت کار خوب شده کار خوب است ولی استمرار ازی تداوم ازی و فریب نخوردن گل نخوردن در قبال ازی مثلا که باز ترفندهایی را که پاکستان پیشکش میکنه چال و را که در قبال داره همسویش با چین همسویش با روسیه مانورای منطقیش گاه ناگاه لابیگری های بسیار قوی که در سازمان ملل داره دوستای تاریخی که سازمان ملل پاکستان داره دولت افغانستان شور در یک مرحله اساسی از تاریخ فرو پاشید و بعد از او باز یک فرو پاشی بسیار دراماتیک دوباره یک چیز شکل گرفت و او هنوز هم که هنوز از به او قوم پختگی که دیپلماسی پاکستان در سازمان ملل حضور داره و فعال است با او پختگی متاسفانه نیست خواهش ما اینست و فکر ما اینست و پیشنهاد ما برای دولت ای است برای وزارت خارجه برای رهبری حکومت که با هر قیمتی که میشن باید و باید ما یک دوسیه کاملا کار شده تیار شده آماده شده را نه تنها بر سازمان ملل شورای امنیت اتحادی اروپا ناتو به بسپاریم بلکه به مراکز لابیگری که با افغانستان خب، زمانه که نماینده دائمی افغانستان آمار ارائه کرده حتما هم تسلیم دادن یقینا خب من به شما گفتم که تنها مداخل تجاوزات عنوان کردن که از سال جاری میلادی از سال جاری, دسته جاری دسته دسته ما یکن. خب بحث دیگه هم است که ما از نظر دیپلماسی فعال در ساختار دا ساختار سازمان ملل چقدر دوستار تانستیم همسو بسازیم چقدر با ما همسو هستن یک چیزی که ما باید یک نوید خوب میتونم از این بحث استنباط کنم این است که اگر یک یک اجماع یک نظر نیک از جانب دوستای بین المللی ما که طبعا با دولت افغانستان در ارتباط هستن نمی بود دولت افغانستان هم با این من توانمندی که آله عمل کرده ممکن است بر سخت می بود که عمل می کرد چرا وقتی که شما در یک انزوای سیاسی قرار داشته باشین و عریفتان یا طرف مقابلتان او دارای یک دم و دستگاه بزرگتر باشه صدای شما رو هم کس درست نمیشنه ما فکر می که, خب شاید, ناتو، که ای شاید ناتو است که آیا این صدا شنیده خواهد شد یا ما عرض می که ما خب از مذاکرات پشت پرده و از تعاملاتی که در جان صورت گرفته از او آگاهی کامل نداریم ما حدس و گمان ما گمانه های ما این است که باید دولت افغانستان این لابیگری را با اتحادی اروپا، انگلستان، هند، روسیه، چین، ایالات متحده امریکا کرده باشه حتی کشورهای دیگه که مثلا مانند اندونزیا، مانند مثلا برازیل، مانند کشورهای سرگزار دیگه که در شورای امنیت عضو دائمی یا عضو ناظر هستند همراه <clears throat> از باید سفیر ما در یا نماینده ما در و جمع کسایی که با ما امسو هستند این لابیگری رو باید کرده باشند شما یک پیشنهاد در یک مجلس بدون مقدمه چینی به یک بارگی که ایراه کنین اون مجلس اک و پک میمانه به این خاطر ما فکر میکنیم این لابیگری کار صورت گرفته و از اینجا استنبات ما است که یک نوید خوب است و یک حرکت مثبت است و شاید در قبال ازی ما بتونیم اگر استمرار مسئله در نیت دولت افغانستان باشه و این کار ما با توانمندی تمام انجام داده بتونیم در قبال ازی یک یک دستاورد خوب خواهیم داشت سپاسگزارم آقای منصوری آقای سمیم آقای براوش هم گفت اقدامات پاکستان در برابر افغانستان و مراکز تروریستی که در پاکستان بر دنیا پنهان نیست و دیده شد که در امین سالهای موجودیت مطلق آمریکایی ها در افغانستان هم هیچ وقت افغانستان جای پاکستان بر غربی ها نگرفت فکر می که این شکایت جای را بگیره و یا همین صدای افغانستان شنیده شود بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ما هم به نوبه خود خدمت جناب سمیم سپ والی سابق پکتیکای ما و جناب استاد راوش و شما و از طریق شما ببینند های تلویزیون عرض سلام و احترام دارم آیا این شکایت ها و این اظهارات در سازمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد جایی را میگیره البته این ای تجربه ای نو نیست شما پیشتر گفتین که به این قسم شکایت نشده نه ولی در گذشته ها هم به این قسم پرونده ها و به این قسم شکایات از طرف افغانستان بالای میز این شورایی که به نام شورای امنیت سازمان ملل است گذاشته شده اما آن چیزی که ارتباط میگیره به تاثیر گذاری این او شکایات و اقدام اعضای شورای امنیت سازمان ملل به خصوص اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط میگیره به روابط استراتژیک و انگیزه آفرینی ما یا با اصطلاحی که استاد گفتن لابیگری ما با اعضای ای شورا که ما روابطمان بر اساس کدام محور با اونها استوار است ما چه نوع پیمان های استراتژیک با اونها داریم اونا در 13 سال گذشته در افغانستان چه نوع حضور داشتن حضور نظامی داشتن حضور ملکی داشتن و در کدام ساحات با ما هم کار بودن و ما از کدام دروازه باید وارد می شودیم قبل از اینکه این شکایات را ما سر میز سازمان ملل بگذاریم یک قناعت را یا یک قوی قناعت را در خود ایجاد می کردیم و می داشتیم با شناخت حریف با شناخت پالیسی های حریف با شناخت منافی با شناخت ایجاد منافی مشترک حداقل در منطقه با حریف این مسائل را با این یک روش شناختی با این یک پالیسی شناختی این مسائل را اگر تقدیم می کردیم خیلی خوب بود ولی باز هم باز هم اگر آقای محمود سیقل به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل وظیفه خود را انجام داده ایره هم با فال نیک میگیریم میگیم آقای محمود سیقل خوب کار کرده در حد خود خوب کار کرده و حداقل موارد تخطی هایی که و اساس قانونی بین المللی صورت گرفته ای ثبت و درج کرده نه میگن در حد کافی نیست آنچه که نه بخاطر ازی که ببینین وقتی که شما در مقابل حریفی قرار دارین و حریفتان را هم میشناسین و در آوان در آغاز کارتان یک نقشه خوبی را هم طرح میکنین من این را به خاطر میگم که رئیس جمهور افغانستان در آغاز کار یک نقشه خوبی را یک،, یک،, یک نقشه راه خوبی را برای سیاست خارجی و برای تامین ارتباطات با کشورهای همسایه با کشورهای همجوار همسایه و با کشورهای جهان ریخت و برای هر اینا را به حلقات شما هم شاهد هستین اینها را به حلقات تقسیم کرد پنج حلقه را در سیاست خارجی خود ایجاد کرد یا پنج حلقه را در سیاست خارجی خود عنوان کرد و برای هر حلقه یک محوریت اعتراف کرد یک محوریت قائل شد گفت که بر اساس اینی محوریت ها ما روابط خود با کشورهای همسایه داریم با کشورهای همجوار همسایه داریم با کشورهای اسلامی داریم و با کشورهای قدرت های بزرگ جهان داریم اما روی این نقشه چرا کار نشد اینجاست که ما ضعیف آمدیم ما نمیگیم که نقشه ای را که رئیس جمهور افغانستان نقشه راهی را که برای سیاست خارجی کشید یک نقشه ضعیف بود نه به نظر ما یک نقشه قوی بود ولی ضعف ما در اینجاست که ما روی از این نقشه کار نکردیم و موفق نشدیم ضعف در داخل وجود داره ما ضعف ساختاری داریم شما به این نت... باور هستین که شکایت ما به شرف فشار دنیا رو بر پاکستان بیشتر بسازه نه شکایت ما در 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 زمانی فشار دنیا را بالای پاکستان بیشتر می سازه که مسائل به دنیا پنهان باشه این مسائل خبر دنیا از هر منش شمس است پیشتر دوستها اشاره کردن به کدام کشور از کشور کشورهایی که در سازمان امنیت ملل متحد عضو هستند در شورای امنیت ملل متحد عضو هستند به کدام از اینا پنهان است که همین گپایی را که آقای محمود سیقل گفت اونها ندانند همی پالیسی هایی را که در تاریخ پاکستان در قبال افغانستان داره اونا ندارن همی تخطی هایی که در این روزها صورت میگیره اونها ندارن میبینین زمانی که شما ضعیف بودین ضعف در برابر قدرت استادگی کرده نمیتونه در اصول روابط بین المللی و, 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 اساسی ترین پایه روابط بین المللی هم که قدرت قدرت دفع میکنه شما وقتی که در داخل کشور از هم پاشیده هستن این زخم است که دوستا همه هم میدانن استاد هم میدانن می جناب والی صاحب میدانن که وقتی که شما از داخل ضعیف هستین در داخل یک وحدت نیست یک اتفاق نیست شما ارگان های امنیتی تان هم که حالت ارگان های امنیتی تان چگونه است دستگاه استخباراتی تان هم میبینین که دستگاه استخباراتی تان در چه حالت است خب دستگاه دیپلماسی تا نمیبینین در چه حالت است در رأس حکومت میبینین که چی داره میگذره از برای خدا شما ملت افغان میتونین به چشم ملت افغانستان خاک بزنین شما میبینین که در رأس حکومت چی میگذره در قاعده حکومت چی میگذره دولتداری حکومتداری دفاع از تمامیت ارزی استقلال به همین روند امکان پذیر است خود دشمن نقطه آگار ما را نقطه ضعف ما را پیدا کرده حال دنیا دو تا گپ اجازه بدین تکمیل کنم دنیا نمیخواید دیگه وقتش به ما ضایع بکنه به خاطر یزی که حال کشورهایی که عضو شورای امنیت ملل متحد هستند خصوصا امی گریت پاورز یا قدرت های بزرگ که اعضای دائمی هستند اینها دیگه ما را میبینند که آیا ما توانمندی استوار بودن داریم یا نداریم ها یک آدم آمده کج پلیج را میره استوار نیست این قسم را میره در حالت افتیدن است این قسم این قسم نامی از او را شما گذاشتن آقای استوار همین آدمی که کج پلیج را توانمندی را رفتن را نداره شما با استوار گفتن همون یک آدم استوار ساخته میتونید نه شما در او توانمندی فیزیکی را میبینین توانمندی صحی را میبینین توانمندی فکری را میبینین میبینین که همین آدم ظرفیت یعزی داره که استوار شوه یانه. حال شما داخل ما را میبینین که از داخل چگونه پاشیده ایم ها؟ ببینین دنیا نمیخواد دیگه اگر دنیا به این اعتماد برسه دنیا به با این باور یک بار دیگه برسه که ما ظرفیتی عزیز داریم که یک کشور قدرتمند شویم یک کشوری شویم که سر پای خود استاده شویم از نگاه اقتصادی از نگاه نظامی از نگاه استخباراتی اونو زمان است که باز این قسم شکایت ها می تا باعث این میشه که دنیا بالای پاکستان فشار بیاره آقای بابک و استاد محترم جناب والی سه بیست و سه هزار و, صد و چند موارد موارد امنیتی انتحاری و انفجاری و تروریستی در افغانستان در سال 2016 ثبت شده تمامی از این قابل برداشت است قابل تحمل است و در تمامی از این نیروهای امنیتی ما جان رساری کردن جان فدایی کردن اجازه بدین آیا واقعی شفاخانه سردار داود خان قابل تحمل برای ملت افغانستان هست؟ آیا و... حادثه ای که در نمیگم نیروهای امنیتی را من ملامت نمی کنم من سلام میکنم به عظمت او پولیسی که جان میشه فدا میکنه من سلام میکنم به عظمت او سرباز اردویی که در سنگر در سینه مرمی میخوره او همت او شجاعت او مردانگی او افغانیتی از او را سلام می کنم اما برادر کسایی که در رس ششتن ما برای از اینا مشوره دارم و از اینا میپرسم از برای خدا این قابل تحمل است که در یک شفاخانه نظامی که با تمام امکانات امنیتی مجهز است شفاخانه که جنرال اردوی ما زخمی ما می اونجا تداوی و علاج میشه در این شفاخانه ای قسم حادثه خلق میشه کی بالای ما اعتماد بکنه کی بالای ما اعتماد بکنه آیا کشورهای همسایه بالای ما اعتماد بکنه این در اثر چیست همینطور حوادث در اثر ما نمیتونیم همیشه ملامت بالای دیگران بندازیم اگر در داخل ما قوت می داشتیم اگر ما هم آهنگ می بودیم اگر واقعیت میگیم که ما پلیس سیاسی نمیخوایم پلیس ملی میخوایم اردوی سیاسی نمیخوایم اردوی ملی میخوایم امنیت سیاسی نمیخوایم امنیت ملی میخوایم آیا در افغانستان کدرها کم است که از اینا مشوره بگیریم ما یک لحظه یک من جناب والی صاحب شاهد است جناب صمیم صاحب د پکتیکا والی بود دا پکتیکا والی بود ما وزیر انکشاف دهات بودم من به والی سیب گفتم ما پکتیکا میایم امنیت چطور است گفت امنیت بیا پکتیکا آرام بیا اینجا شب تیر کو امرای ما برو من نه تنها به مرکز شهرن رفتم یه آدم شاید از ما به ارگون رفتم در او زمان اونو امنیت ما چی شد آلی تا لوگر و تا وردک و تا تشکر هتل خیرخانه رفته نمیشه سپاسگزارم آقای سمیم آنچه که شما هم پیشتر به عنوان یزی اشاره کردین که دنیا میدونه خب درست است که دنیا میدونه دنیو در افغانستان از تمامی تختیهای پاکستان متوجی هست اما اونچی کی برمیګرده به ما کی ما دنیا را متوجی وبسوږیم مجبور وبسوږیم تا بیا از موضوع حق دفاع وکنه حمه ظرفیت شما در وضعیت موجود میبینیم متاسفانه مو په هیات کی د نن استونجلر مشکلات لرو دمو داخلي سخت تر خپل د وضعیت ب باور کړی یعنی کچرتہ د دماغ داخلي ساختار یا جوړښت لئ اتحاد او همبستګي سره یو ځای وای نو په لدا سیمشکلات سره نمخ کېدای متاسفانه مخ کې منصوري صاحب په دې مسایلو باندې ډیرک تماس ونیو دلته ستون دي چې موږ په بهرنی سیاست کې هم د مشکلاتو خاتمو ولې تاسو و ګورئ موږ اغه بهرنی پالیسی اغه بهرنی سیاست متوسه وازینه دي چې موږ زموږ دوست څوک ته زموږ دښمن څوک موږ همیشا مقتی سیاست کوو یو ورځم یو څوک دوستي بل ورځم دښمن دي او یو ورځ موږ پټې او مخته یې واخره فکر نه مې کړی حکومت وحدت ملين کوله کړه ده مشخص مثلا کوم ګورې د وحدت ملي د حکومت هغه د دستور پرسنوي کې دا ودي بویل چې زموږه خارجي پالیسی ډېر قوی ده او موږ ډېر روان یو <applause> د نړيوالې پکه د سیمه پکه اجماع را مونږ تکړي د اجماع نتیجه دا و چې پاکستان راولار څو طالبان دروسانو پلمن کې ورواچول او روسانو د دې په جېسي د افغانستان په حکومت باندې باور وکي او اعتماد وکړي دایښ په مقابل کې سره یو سي سره ملګري وکړي طالبان د دایشان په مقابل کې وسيله وګرزول د ځان ملګريو وګرزول تاسو وګورئ د د د بیرونی پالیسي د مغ دغه پالیسي ده خو بدلته دا وایي چې موږ روسان قاینې کړی وایي چې طالبان او د افغانستان حکومت د دایش په مقابل کې خپله دایسي خجګړه کولای شي او دایشان لمنځولای شي هغه دلته چې هميشه خلک وژنې هميشه د وطن ورنۍ هميشه د دلته دي 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 دې مشکل پیسې دوی ګرځېدلې د روسان راځي په یو باندې باور کوي او بل اخرې د د د جهان د ټولو قوانینو خلاف له حقوقي سره ماموله کوي عدالت یو 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 نظام دی او حکومت اساسي قانون د دلته انتخاباته سوی دی انتخابی حکومت د دې په جېه سره ماموله وکړه طالب سره ماموله شمه مګین کې جسارت د دشمن <applause> جسارت پاکستان ناشي از ناتوونی افغانستان اقتصادي است ناتوونی حکومت است بالکل دا پکې تاثیر لري داخلي زوب په بهراني پاليسي او بهريني سیاست کې اتمان اتمان خاري کېدای د موږ نه عملان شاهدان <متحدث> یو دلته یو خبره مهمه ده <متحدث> چې ما <متحدث> مخکې <متحدث> ویل بیا هم پندړيوالو باندې کوم چې دغه موضوع تنه د افغانانو نه ده د مشکل تنه د افغانانو نه ده توريزم د نړيواله فره تہدید ده نړی لپاره مشکل ده او نړیدی دغه تروریزم د محاربهولو د لمنځولو لپاره افغانستان ته راغلی و نو په هغه فکر دي د تروریزم په مقابل کې ودرې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو حمایت دی او کې ملګری دی ورسره و کې هرڅوک چې نړی او د افغانانو دښمن ده هرڅوک چې تروریزم تکوي کوي دیغه په مقابل کې دی په یو غږ باندې ودرې کړي اختی ملګری رښتیا قراردادونه اختی د دیناري وو هو ستراتیژیک ملګریو نو بیاه وازنی لار ادا د چې دغه چاپ مقابل کې ودرې او چاغ ترزم حمایت کوي به ترن لارې د نړي لफार مې ما دغه مشوره او د مې غوښتنه او د افغانانستاني حکومت لپاره دا لازمه د چاښ <سطح> لا بيګري و کی سپينه خبري و کی له نړي سره لابيګري موجود حکومت افغانانستان <سطح> او اقدامات موجود حکومت افغانانستان در قبال پاکستان شمه فکر مې کوئ چې ماصريت نه خوات ده یعنی دوی دغه وسه د کم شکایت وړاندې کړي دا, دا, دا په ځای قدم دا. خو په داسې عنوان نه دی نه مطرح کی په داسې عنوان نه ته بي ټاکوي چې د دې ماو دي پاکستان مشکل دی نلې دې په دې قانې چې د پاکستان او د نلې او دموکټولو مشکل ده له پاکستان سره نو دلته داس بیا به یو موضوع قوي د پاکستان موضوع ب ضعیف وي او نلې به د مخترب ته واقعي بهترین الله رایداد دمر مود داخلي نقدҳои سرعت گرفت و انځه بشتر از دو میمان گفتن که تا زمانی که ما داخل خود جور نکنیم جهان هم بر ما حساب نمیکنه اما فکر نمیکنید که اقدامات آخری حکومت افغانستان در بخش موضعگیری در سیاست خارجی مثلا در قبال پاکستان واقعا امیدوار کننده است خدمت شما باید این شوخی در دولت افغانستان در دولت های افغانستان در چل سال آخر سیاست خارجی تقریبا خوب بوده مشکل مشکل سیاست داخلی است ما ببینین سیاست داخلی ما تا کنید سیاست خارجی است. گرچه ما اصولا گاه گا، گا، ناگاه در بعض از ها می‌گه که در افغانستان مداخلات است، تجاوز است، افغانستان فرانسه ضعیف است، متاسفانه نیروهای بیرونی در اینجا دست بسیار یاد طلا دارند، دست دراز دارند و غیره و غیره. درست؟ اما اما ولی بالاخره می وقتی که ما رو رفتن یاد میگیریم چی وقت است. ملتی که با پای خود راه نره، ملتی که در صحنه حضور نداشته باشه در اوجه بیگانه حضور پیدا میکنه گپ ساده ملت چطور حضور میتین؟ ای فکر کنید که یک شعار است ملت حضور نداره در صحنه یا ملت حضور پیدا کرده در صحنه دولت ها مسئول هستند دولت های مدرن، مدنی، جهان، نمی میره خمس قایده دنیا که ارزش هایی که خودشان وضع کردن به او ارزش ها پابند میباشند مثلا قانون درست؟ و کردیم ما به ای قانون خود باید پابند باشیم این چی فایده داره برای ما فایده این که ملت مردم افغانستان دل بینا داره ملت ها دل بینا داره یک زمین یک تحت اجتماعی وجود می داشته باشه ملت می بینه که والا ها این اختخطی نمی شه اینی گپ خرایت میکنن قانون شکنی نیست مردم باور پیدا میکنن به زعیم باور پیدا میکنه به ساختار باور پیدا میکنه به نظام وقتی باور پیدا شد باور اینی میره به باور ملی میگن دیگه کدام باور ملی کدام شاه خودم نداره وطنی که بگویم باوری ملی اینی نیست که تو اعتماد ملت خودت باید جلب کنی وقتی که یک آدم میبینه که در یک جای تیم گرایی است سمت گرایی است قوم گرایی است تخصص مهم نیست مثلا این مهم نیست این مهم نیست خب خو نیست که کلی بوق و کرنا در دست بگیره و شهر برای سرنای بزنه مثلا خو میگن دیگه تحلیلگرا همینش در, در تلویزیون ها میگن مردم میگن اینمی اینمی افکار عامه جامعه است اینمی زمیر خداگاه جامعه است که توسط چند نفر یا صد نفر یا هزار نفر یا یکیز سیاسی این راه میشه درست جامعه مدنی تلویزیون ها رسانه ها و غیره تصویری جنیداری دیداری دولت باید به با اصولی که خود وضع کرده به او پابند باشه یک جمع بزرگ متحده در کنار خود داشته باشه این جمع بزرگ متحد اترام نیست که در افغانستان هیچ پیدا نمیشه نقص ما این که ما خراب میپالیم نقص ما این که ما با آدرس ها با پیشفرزای ذهنی خود میریم با او پیشفرزای میریم که ما را آسیب میرسانند متاسفانه امی برخورد ملی برخورد ملی کلاگی میگه ما فکر میکنیم این برخورد ملی اکثریت مردم تعریف شده درست نمیفهمه متاسفانه اینطور فکر میکنن که برخورد ملی نیست که تو بسیار کل اگه اقوام دوست داشته باشین این برخوردی ملی است برخورد ملی پابند بودن به اصول موضوع یک نظام است قانون سر خود تطبیق کنه چرا دیروز پری روز در پر پوستی پولیس ده سرباز میگه؟ اسکر اسکر سرباز میگه میگه سه ما خواهد مقامات میترسیم مجبور دیگه که سب موترهای از اونا را کس تلاشی هم نمیکنه یعنی که مقامات تخطی کننده قانون هستند موتر وکیل تلاشی نشه موتر وزیر تلاشی نشه موتر والی سب تلاشی نشه ببخشید استاد سب تلاشی نشه فلان زعیم سب تلاشی نشه. خود این نمیشار اکثریت این موترها رو که میبینین شیشه سیاه شیشه سفید بی شیشه بادی بی بادی بادی, بادی بی اکثر این موترها رو مردم باید چک کرد چک پاینت ها اتا میترسن چرا فاجه رخ میته؟ در زیر بروت ما در دا داخل شهر در دا پلیس وارد امریکا او طرف مقر به اصطلاح مردم کابل میگن پنتاگون مقر پنتاگون این طرف از طرف حکمه چند وقت پیش عادثه دید او طرف میدان اوی سرک هم سرک مهم این نمی چی قسم واقع میشه ولی ما هستم مدیریت ما ضعیف است، بله من هر ملامتی که سر ماست بگوید ولی خویج، بالاخره از یک نظام مسئول پاس با پاسخگو آدم باید پرسان کنیم از کی خیلی پرسان انتقاد کنی میگن اینا طرف هستن او برادر انتقاد بر اصلاح است انتقاد برای بر در دریافت اون نقاط ضعف است که به اصطلاح جامعه شناسی و سیاسی و آسیب شناسی سیاسی میگن آسیب شناسی مدیریت میگن آسیب شناسی اجتماعی میگن ما این آسیب ها رو میگیم یک دو سه ده نمیلی خود ادا میکنیم کار خدا میتیم. می کنیم. ما انجام میدیم مبارزه میکنیم ما به این سیاسی به این مسئولیت سیاسی ما خدمت شما میگم که تنها در فکر کنین یک خرد یا بزرگ این می حزب یک توانایی داره که یک قسمت این نظام هم کاری کنه ولی نظام وقتی که کار میکنه تو فکر میگه رجال سیاسی افغانستان جمع شد رجال سیاسی افغانستان میبینی که اونمو کسایی که در اصل اقوام هستن به نام قوم اومده وقتی که رجال سیاسی اونم تو فنگدارا وقتی که میبینی رجال سیاسی اونم آدمایی هستن که دیروزم بودن امروز هم هستن فردا هم هستن و هیچ آدم نمیفهمه که این رجل سیاسی دیگه در افغانستان امی کس شخصیت نداره کس سیاست نخونده کس سیاست نمیفهمه داد ملت به بف... ململکوت فغان ملت به ململکوت برآمد از برای خدا امی نادای جامعه مدنی عذاب سیاسی که واقعا تعریف خود حزب آن رقمی که دولت افغانستان در قانون اساسی خود کرده در قانون عذاب کرده امرو خیدف مانیتور کنه امرو خیدف تشخیص کنه که واقعا امی حزب مسلس امیز از قومی است امی از منابع مشکوک مالی داره امی پول و از کجا کنه از دریا گرفته کانال گرفته راه را گرفته چی کده این چیزا را کس پرسان نمی کنه. فقط میگن که خوب و با خوب هستند دیگه او بیچاره هستند چون آستینشان کنه است فنگ ندارن زر و زور ندارن ولی منطق و استدلال و عقل و درایت و کفایتی که دارن او ما چی نیست من مزر... مزرد میخوام، یک نکته دیگر خدمت شما میگم تراژدی در یک جامعه زمانی است که به سالای سمبولیک شاعرانه بگویم در جای قناری در جای بلبل زاغ ششته باشه و زاغ در زیر بال خود یک چپ بلبل پد کرده باشه و یک رنگ و چپ بخوانه و ما فکر کنیم گی بلبل ولی چی رقم گی بلبل که بال فاجعه افغانستان است که در جای مردم کارکن مردم فهمیده مردمی که اخلاص داره به افغانستان واقعا قلبش میتپه به افغانستان مسئول است پاسخگوست در جای زی افراد افراد میان که هیچ اصلا به افغانستان اعتنا نداره سپاسگزارم فقط به خاطر ما به خاطر به خاطر به خاطر و خود در حالا در پشت سر قوم پت کردن کمی گپ بزنی میگی تو مربوط به فلان قوم و ما بچه ازی خاک هستم سی سال از خدمتگذار گذار ازی خاک سی سال ست سال خدمت خلاش. گذار ازی خاک هستم کلی وطن مشناسه سپسوزارم. چرا شما اینطور گپ گفت میزنی؟ های کاذب رشدش سبب ساز فاجعه درونی اجتماع شده بسیار تشکر شما هم یک گراف بلند از حملات انتحاری و تروریستی را اشاره کردین اما زمانی که نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل متحد از تحرکات پاکستان حرف میزنه از بیشتر از 1375 توپ حرف میزنه تقریبا 59 مورد نقض قلمرو افغانستان حرف میزنه و اینجا دیده میشه که این چیزها خیلی جدی هم گرفته نمیشه در داخل حکومت عملات انجام میشه تیر میشه و فراموش میشه فکر میکنید که با این نوع برخورد که ما داریم و یک چیز دیگر هم که بارها در میزا مطرح شده گفته شده که خب اگه طرف بزنیم اون طرف هم پاکستان به پاکستان تمام میشه فکر نمیکنید که ما واقعا باید روی کرد تغییر بتیم در قبال برخورد های ملی خود و کشور امسایی خود بلکل بالکل باید روی کرد ها را تغییر بتیم زخم ها را بازم تکرار میکنم که زخم ها و مشکلات همه حال لازم نیست دوباره بشینیم پس مشکلات بحث بکنیم پس حرفایی که بارها گفته شده شکایت شده ای را سر یک رای حل بحث بکنیم و یک رای حل با با تمام مواردی که شما اشاره کردین آمار را که ما دادم آمار را که آقای سیقل داده از موارد و مهمتر از همه ای قربانی هایی که هر روز باید در اول به روح شهدای شفاخانه سردار محمد داود خان اتحاف دعا می کردیم که یادم رفت حال اتحاف دعا می کنیم پروردگار شهدا را در جوار رحمت خود قرار بده و بازماندگان از اونا را صبر جمیل نصیب بکنه و این ملت ملتی صبور است هر مادر هر روز جگر گوشه را از دست می و در گلم غم نشسته و زانوی غم به بغل گرفته است آقای بابک یک مورد در کالبت شناسی قدرت یک نوع قدرت قدرت, قدرت قناعت میگن یک نوع قدرت چی میگن قدرت قناعت دهی در روابط بین المللی در مذاکرات بین المللی در مباحثات بین المللی قدرت قناعت دهی بهترین و مؤثرترین نوع قدرت است این تخصص کار داره این یک دستگاه دیپلماسی نهایت قوی کارا و مؤثر کار داره که توجه جهان را توجه جهان را با بار آمدن فرصت ها به طرف کشور خود جلب بکنه به طور مثال امی نشستی را که شما یاد میکنین و در امی نشستی که آقای محمود سیقل شکایت ارائه میکنه امی نشست موضوعش است بیثباتی در افغانستان و پیامدهای منفی بی ثباتی افغانستان برای منطقه و فراتر از منطقه خب وقتی که خود شورای امنیت ملل متحد این موضوع را میفهمه و میدانه که بیثباتی در افغانستان به امنیتی در افغانستان نه تنها به ضرر افغانستان است بلکه به ضرر منطقه و فراتر از منطقه است یک فرصت است برای دستگاه دیپلماسی افغانستان که با داشتن یک قدرت دهی با قدرت دلابگری توجه جامعه جهانی را جلب بکنن و فشار بیارن بالای منابع و مواردی که از اونجا ای بی‌ثباتی تمویل میشه و با ثباتی دامن زده میشه همین قسم بارها در مجالس در مذاکرات بین المللی در کنفرانس های کلان بین المللی گفته شده فواید ثبات و فواید اقتصادی افغانستان تنها به نفع افغانستان نیست بلکه به منطقه و فراتر از منطقه است این دیگه فرصتی بود که در امی دو سال حکومت وحدت ملی این بحث ها بالا شد ولی از این فرصت پیش آمده بازم استفاده بهینه نشد بازم رای حل امی که ما با یک قدرت قناعت دهی با یک دستگاه دیپلماسی کارا و مؤثر با کنار گذاشتن اختلافات درونی وزیر خارجه با رئیس جمهور مخالف است رئیس اجرایی با رئیس جمهور تفاوت نظر داره رئیس امنیت با معاونش اختلاف نظر داره وزیر دفاع با لوی درستس مخالف است او برادر رای حل نمیست که این مسائل را کنار بگذارین قدرت دهی پیدا بکنین دستگاه استخباراتی را مؤثر بسازین دستگاه دیپلماسی را مؤثر و کارا بسازین ما نمیگم که ما چیزی نداریم اینجا استاد ها ششتن جناب والی سب شخصیتی با تجربه در سیاست افغانستان از جناب استاد استاد دانشگاه هستن ما همه چیز داریم ما همه چیز داریم فقط یک چیز نداریم که ما نمیتونیم متحد شویم از برای خدا ما نمیتونیم وحدت نظر ایجاد کنیم ما چرا دلمان به این ملت نمیسوزه رای حل امیست از وابستگی اقتصادی به پاکستان خود رهایی پیدا نجات بدیم تا زمانی که ما وابستگی اقتصادی به پاکستان داشته باشیم من حیث یک فعاله فشار از این وابستگی بالای ما استفاده میشه باید این وابستگی را نمیتونیم تا هنوز در 13 سال نمیتونیم به راه ترخم یک راه بدیل پیدا بکنیم باید این راه بدیل را پیدا بکنیم با بستن دروازه ترخم ببینید رئیس, رئیس جمهور بسار, بسار, بسار اشتباهاتی که صورت گرفته اما اقدامات موجوده شما اقدامات موثر میدانید و یا هم نه اقدامات مؤثر زمان اقدامات اقدامات میدانم که باز هم همو گپ خود رئیس جمهور که بیاین اجماع اجماع منطقوی مؤثر و اجماع جهانی مؤثر به بار بیاریم واقعا ال جهان خودش میگه که ثباتی افغانستان ثباتی جهان است خب از این فرصت استفاده کرد بیاین که وقتی که ثبات اقتصادی ثبات سیاسی ثبات نظامی در افغانستان به نفع منطقه و فراتر از منطقه است خب بیاین از این فرصت استفاده بکنیم دستگاه ما به با دنیا باید اطمینان بده با ما ما به با دنیا باید اطمینان بتیم که ما ملتی هستیم مردمی هستیم حکومتی هستیم که بعد از این میتانیم در منطقه به عنوان یک قدرت بروز کنیم یک ملت باثبات باشیم ما تمام منافع شخصی منافع حزبی منافع سمتی منافع گروهی منافع زبانی خود کنار گذاشتیم حال ما ملتی هستیم که به منافع ملی می اندیشیم نقطه ای که دنیا بالای ما به اعتماد است است که میگن این مردم مردمی هستند که از همه چیزشان کده، منافع شخصیشان منافع سمتیشان گروهیشان تنظیمیشان و زبانیشان برشان بیشتر است اینا سر منافع اینا تا هنوز ملت نشدن دنیا بالای ما اعتماد نداره که ما ملت شده باشیم دنیا میگه که مردم تا هنوز ملت نشدن او میبینه, میبینه. خب به او خاطر وابستگی اقتصادی را باید از پاکستان کم بسازیم به حد اقل کاهش بدیم میدانم مشکل است ولی روان دیگه بالای ایران تعذیرات نبود چرا ایران زنده ماند ما نمیتونیم که وابستگی اقتصادی را از پاکستان کمتر بسازیم دو نقطه دیگه آقای بابک اجازه بده در پهلوی ازی که ما قدرت قناعت پیدا بکنیم دستگاه دیپلماسی خود فعال مؤثر و کارا بسازیم در پهلوی ازی که وابستگی اقتصادی از پاکستان کمتر بسازیم آقای بابک میخوایم بگویم که نیروهای امنیتی افغانستانه نیروهای شجاع امنیتی افغانستان, شجای امنیتی افغانستان از حیرت امروزی بیرون کنیم میدانین پولیس ملی شما اردو ملی شما امنیت ملی شما که هر روز قربانی می انگشت حیرت همزمان دندان داره اینا تقسیم هستن اینا تشکر از ای فرمان برن. آخرین اصلاح نظام استخباراتی است ما با آقای امرالله سالی و با آقای نبیل هیچ رابطه ای ندارم ولی میدانم که بهترین آدم ها برای مشوره در امنیت ملی است چرا از تجارب اینا استفاده از تشکر در نهایت اگر به حکمت ضعیف افغانستان توجه شود و به همسایی آشوبگر و متوجه... متجاوز مانند پاکستان و اینجا وضعیت نابسامان و قربانی های مردم افغانستان راه حل برای پېج بورډ وروابط و یا هم مديریت حرکتای پاکستان د افغان څو چی است به نن پر څو خوري وجمبندیا زار سیمې مون هم پوښتنه مخکښ یم فرمایم باباک صاحب متاسفانه اوسنۍ حکومت چې کله منس تراغه دوی داسې برخو دوکو لکه دوی چې کوده تا کړی وي هغه څوک چې دلته د نظر خووندانو هغه څوک چې دلته د افغانستان په مسایلو کې د خل وو د وطن دي ځان بالو د وطن دي ځان بولی او د دی وطن په درد باندې دردیږي له دوه سره داس برخو وصوله کړه خدای نه خاصه دا چې د دی دښمنان نو دلته و چې د ځان یوازې کو او د داس فکر وکړي چې په دغه ابتکار چې موږ لرو موږ به आवाज افغانستان خې خوا ته بوز او بل دلته دا ده چې هغه تكتیک چې یوه لک 50 زره امریکایانو او خارجي قوه وېدل په افغانستان کې هغه تكتیک چې پیغه واخ کیودې افغانستان د امنیت قوه اوس ماغه تكتیک دمر ته غیر نه یعنی اوس نظر امریکایان په افغانستان کې حضور لري نور ټول وته لیدې تكتیک هغه تكتیک ته او تاسو وګورئ د دې تكتیک په لړلو سره متایسفانه یعنی یو برنامه نسته مختلفات راول په دغه هر ځای کې سپریټ کېږي هم مانند بریدو نه دی ګورې یو بریډل بل بریڅ سره تفاوت نه لري یعنی د دې په پو وړاندې باندې موږ ولی ولی پاتره ولی تدابیرنن خبر خو خبره دلته ده چې یو وخت متاسفانه لدی حکومت ولس نو ولستول ير غمل کړي د مخالفینو ولست خوستانه کوم یووازي دغه څو خارونه ولست بولو دا دا وړتیا موږ ټول ولست نسویل ترني مې ډیر ولست ير غمل ګروګاند د مخالفینو په لاس کې ده اخره د در شپ ولای دلته دغه ولست سره متفاوض چلند متفاوض برخوردونه او 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 اریا په خپل الله روان تشکر تاس په دې کابل کې دا وجهت شوی دی یوچا ای و ورځ درې 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 واري درې واري ملنځل کې وخت په ځای کې یو کس دې موږ په ډیرو وړو وړو کارونه اخته غټي غټي کیسه را چفاته دي د پاکستان مسایل را چفاته دي ملي مسایل را چفاته دي موږ په ډیرو وړو شیانو میں ترڅه او کوي راوش خود کوم فرما شو یو <applause> سر مې گذری بسیار بنیادی او قوي بولای وحدت ملي افغانستان یک سر بسیار قوی بالا استخبارات افغانستان بالای استخبارات افغانستان انوز و سر که افغانستان نیاز داره صورت نگرفته ما یک ملت بیدر بیدروازه متاسفانه داریم که دو هزار نه سه چار هزار آه, قابل کنترل حتی داریم یک لابیگری دوامدار و سرمایه‌گذاری برای لابیگری این تو گذاری که بتونه در برابر اتهامات در برابر ترفندها چال نیرنگ خطا فریب پاکستان و هر کشور دیگه ایران و کشورهای دیگه زی داخل قضیه افغانستان بتونه یارای مقاومت داشته باشه و در مجامع به المللی اونها رو مجاب کنه سپاس گزارم ما منصور شما هم خیلی کوتاه فرمایید با. والله ما کوتاه می خوایم بگوییم که به حکومت وحدت ملی می خوایم بگوییم که از تجارب کادرهایی که در گذشته بودن در سابقه بودن و دلسوز هستند به ای وطن استفاده بکن باز تکرار میکنم در مسئله اصلاح نظام استخباراتی افغانستان ما نه به امرالله صالح خدا شاید از کدام ارتباط دارم نه به آقای نبیل ولی به این باور هستم که این دو تا رئیس های موفق امنیت ملی ما بودن از 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 تجارب از امینا در اصلاح امنیت ملی باید استفاده مشوره بگیرن اینا را رئیس مقرر نکنن امینا دل سوز هستن به می وطن بیان از امینا مشوره دشتر. بگیرن قدر امنیتی ملی قدر امنیتی از زمان دکتر نجیب صدها کادر ملی ملی است که نمیشه دیگه بخورد پشاور پر میشد یا در کویت و در کابل خبر میشد چی اونا اونها چرا سر از اون اعتماد نمیکنید نه تنها در خیر در صاحی، در صاحی ملکی در صاحی... دیپلماسی ساحا. در ساحه امنیتی امی پیشتر گپی را که والی سیب زد این امی والی ها بودن ببینید پکتیکا یک،, یک, یک ولایت مشکل است ولی در زمان امی والی سیب من از تملق نمیگم خدا شاید است ما عملا رفتیم به بولس والی های امی ولایت رفتیم امن بود کجا شد و امنیتی ما استفاده بکنن تشک. از تجاری از کدرها از صداقت فرزندان صدیق وطن تشک. استفاده بسیار تشکر آقای منصوری آقای راوش و آقای سعید مسعود زورتان در برنامه بازنگاه امشب waشnمo بsaskomendo aziz to barnoiبat dnekaحt